با سلام به هممیهنان عزیز و همیاران سیمای آزادی، آخرین قسمت 25مین گریزان همیاری با سیمای آزادی رو شروع میکنیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم و سلام عرض میکنم به طور خاص و خاص به این برادران و خواهران و اشرف نشانها و هموطنانی که اینقدر ماشاءالله هزار ماشاءالله پایدار و مجاهدند که تا این ساعتهای طولانی صبر کردند و ما رو شرمنده کردند و هنوز هم ایستادند و میخوان که صداشون رو به مردم ایران و به مردم جهان برسند، درود برسانند، درود بر همه اونها. برادر شریف، اجازه بدیم منم یک دو بیتی از حافظ بخونم که دقیقاً در توصیف این یاران مقاومت و سیمای آزادی است. بله بفرمایید. حافظ هم که خودش بسیار مورد حملات ارتجاع بوده، میگه که به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسانی که ادعای مردم دوستی و میهن پرستی میکنند، یکی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. درود بر شما. یکیشون هم به همیاران و شرکت کنندگان در این برنامه نمیرسد. دقیقاً. بله، به خصوص کانونای شورشی که ما عاشقشونیم. دقیقاً. و همون جاست که میگه به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. بله. من سلامای ویژه دارم برای رفیق کبیر مجاهد خلق برادر مسعود رجوی که تمام تجربیات مبارزات خلقهای جهان را به یک علم تبدیل کرد و آن را مانند یک پتک در دستان ما گذاشت تا با آن دشمن را در هم بکوبیم. از آنجایی که آریامهر و آخوند کوشیدند آبروی ایرانیان را در جهان از بین ببرند، از این نقطه جهان من میخوام شهادت بدم که هموطنان نجیب، مقاوم و شورشگر، اگر به خاطر شما و فرزندان مجاهدتان و مبارزتان نبود، من به سختی میتوانستم به ایرانی بودن خودم افتخار کنم. برای حمایت از برنامه گلریزان، داوود از کالیفرنیا مبلغ 5000 دلار، الیزابت و تامس هر نفر 100 دلار، خودم مبلغ 5000 دلار تقدیم میکنیم. چون خیلی ها منتظر وحشت دادن، خیلی وقت شما رو نمیگیرم. کمک های خودم که به مبلغ 1500 دلاره و مهدی از ونکوور که 15000 دلاره اعلام میکنم و باشه که امسال سال سالمگویی باشه و همه دیدارها در میدان آزادی در ایران آزاد تازه بشه و سیمای آزادی این صدای صداقت اعلام کنه که ایران ما آزاد شده. موفق و پیروز باشید. درود بر شما محسن عزیز. برادر شریف اجازه بدین من دوستان زیادی پشت خطن لیست. بله بفرمایید. من فقط بلند بالای اینجا هست. بله شما کارتون معطل نذاریم ولی شما در نظر بگیرید. نه من فقط آمین میگم. برای حرفایی که محسن گفت آمین میگم ان شاء الله قطعا و سپاس از شما برادر محسن. بفرمایید. درود بر محسن و دوست عزیزمون مهدی و سلام به دوستمون نیما از آمریکا. سلام عرض می‌کنم آقای کلامی. سلام به شما، قربان شما و با سلام خدمت مهمان گرامی آقای ابیشمچی که در دنیا برادران زیادی افتخار اینو دارن که ایشون برادرشون باشن. شما. کمک تعدادی از هموطنان و یاران مقاومت رو اعلام میکنم. آقای ثابتی 100 دلار، آقای علی حبیبی 150 دلار، هموطنی از ایران 50 دلار، هموطن دیگری 100 دلار، آقای دکتر سلیمانی نژاد 300 دلار، بهمن 5000 دلار، آقای فرهاد پارسا 1100 دلار، آقای تسوجی 2000 دلار، آقای مسعود دولتی 6000 دلار، وحید سلامی 5000 دلار، ایمان مریدی 600 دلار،
غلام مریدی $1,000، خودم هم مبلغ ناچیز $2,200 که جمعا $23,600 هست و در این گلریزان برای پیشبرد کارهای سیما تقدیم حضورتون میکنم. با آرزوی آزادی و پر کردن اون حلقه‌ای که بهنام از دماوند ایران با سینه سوخته به همون سفارش کرد. قبل از صحبتم مجدداً فوت برادر گرامیم خلبان معزی بسیار عزیز، چه به حق برجسته ترین خلبان ارتش ایران بود و یکی از وطن پرستان واقعی ایران بود، را به شما و به همه بینندگان سیمای آزادی تسلیت بگم. روحش شاد. به نظر من یکی از ضروریات واقعی و خیلی ملموس و مهم براندازی، یک رسانه کاملا مستقل و برانداز هستش، یعنی خود رسانه هم باید برانداز باشه، به صورت واقعی باید برانداز باشه، چون بدون یک رسانه مستقل و آزاد که اخبار مطالبات مردم و مبارزه اونها برای سرنگونی ها پخش بکنه، بدون همچین میدیایی، بدون همچین رسانه‌ای، مبارزات مردم توسط رسانه های رژیم و پاسدارای سیاسیشون، مخصوصا اونهایی که در خارج از کشورن، هم تحریف میشد، هم به بیراه چشیده میشد. سیما تنها و تنها رسانه است که در این دوران، وقتی میگم در این دوران منظورم دوران سرنگونی هستش، به خاطر این برنامه‌اش، به خاطر این فعالیت‌هاش نمره بسیار عالی میگیره، عالی قبولی میگیره، چون تمام برنامه‌اش نه تنها جای تقدیر داره، بلکه تماماً در خدمت سرنگونه هستش. میدونم حرفم زیاد شد، من صحبتم همینجا پایان میدم. مقداری کمک جمعی هستش که خیلی خوشحالم چه خدمتون عرض کنم، مجموعاً $11,500 هستش. $5,000 آن از یک دوست بسیار گرامی در از یک دکتر به نام دکتر مجید هستش که برای سیما ارائه دادن و خواستم که اسمشون رو اینجا بگم. خودمون $5,000 و یکی دیگه از دوستان آقای و خانمی و همسرشون $1,500، در مجموع $11,500 که خدمت سیمای آزادی تقدیم میکنیم. اول اجازه بدین کمک ها رو اعلام بکنم. خانواده مهدیزاده $600، خود وارتان $600، آقای جهانی $2,000، خانوم اسمت و خانواده $2,000، یک هموطنمون $4,000، فردی به نام بهنام $6,000، از طرف خودم و خانوادم $5,700. دومین مسئلهش میخوام به ازداد بگم روتون کم شد یا نه؟ احسن. یا هنوزم پررویی میکنین ای تو تلویزیونتون اعلام میکنین؟ زنده و پایدار باشید. در ادامه صحبتام دوست دارم با کانونای شورشی صحبت داشته باشم و بهشون بگم که ما خیلی دوستتون داریم و بهتون افتخار میکنیم. از همین سیمای آزادی روزانه رشادت هایی که میکنید شاهد هستیم. از شعار نوشتناتون روی دیوارا، آویزون کردن بنرها از پلا، آتیش زدن پایگاه های جهل و جهالت این رژیم ضد بشری و گزارشاتون و غیره و غیره. در این برهه وظیفه سنگینی بر دوش همه ماست. شما کانونای شورشی از ایران، با ما کانونای شورشی در خارج از ایران، دست به دست هم میدیم تا یه ایرانی آزاد بسازیم، به امید ایرانی آزاد و آباد. در این قسمت کمک مالی رو که با تمام عشق و احترام تقدیم میکنیم اعلام میکنم. خواهر خوبم اقدس $1,000، نوید $500، مجید $8,000، افشین $200، وحید $150، بیژن $150، امیر همسرم و خودم $15,000.
میخواییم از طرف همه هواداران و دوستداران این مقاومت 1500 شاخ گل رو به 1500 شهید شورشی قیام 98 تقدیم کنیم که هر کدام خود گل سرخی بودند که از خون حنیف نژاد و یارانش، از خون بیش از 120 هزار شهید در طی این 40 سال زاییده شدند، روییده شدند، تثبیت شدند، تکثیر شدند و با خون خود در خیابان‌های ایران نوشتند آزادی، آزادی. سلام بر مسعود و مریم، سلام بر خلق قهرمان ایران، درود بر کانون‌های شورشی. با تشکر، خدا نگهدارتون. به هر صورت معذرت باشید، خواهش می‌کنم. دختر جوانی به شهر ما اومد و در منزل ما اقامت کرد. اون زمان به هر صورت در ارتباطی که من با کانون‌های خودمون داشتم، ایشون هم در ترددها با من می اومد و با خواهران مجاهد ارتباط برقرار می‌کرد. از اونجایی که جوهره وجود این خواهر مثل شما مجاهدین پاک زلال بود، خیلی زود به مقاومت پیوست و در طی مراحلی که لازمه تمام وقت بودنش بود، صبحها سر کار می رفت، بعد از ظهرها به طور تمام وقت در دفاتر کار می کرد. این چند روزه که نظارگر همیاری بودم، تمام مدت یاد خاطرات این خواهر عزیزم که دختر من بود، آن موقع بسیار جوان بود، به نظرم میاد که اون موقع تمام حقوقش رو بدون اینکه حتی یک دلار برای خودش ورداره میبرد به کانون و تقدیم مقاومت میکرد. این خواهر عزیز من اسمش فریبال بود، به ارتش آزادی پیوست و خیلی زود هم به جاودان فروخا پیوست. برای همین میخواستم اسم فریبال رو الان گرامی بدارم. شکر خدا، شکر خدا که الان سربلند هم همه هوادارا از این امتحان دیگمون در اومدیم. اگر اجازه بدیم برادر شریف، من این کمک های جمعی رو خدمتتون عرض کنم. خواهش میکنم، بفرمایید. برادر علی 500 دلار، جعفر 3000 دلار، فرزاد و طاهره 1400 دلار، برادرمون عباس که مثل من کهولت سن داره، بیماره، بسیار نازنینه، 1000 دلار با بیماری که واقعا نمیتونه دیگه کار کنه. کامبیز 500 دلار، حامد 7800 دلار، نصیر و کاوه 50 دلار، ماهان 20 دلار، مجید 100 دلار، دکتر آزاده 2400 دلار، هادی 250 دلار، فرزاد ماساچوست 500 دلار، یک اشرف نشان که قبلا همیاری خودش رو اعلام کرده بود پس از شنیدن سخنان برادر شورشیمون به نام از دماوند، به من وظیفه دادند که 2000 دلار دیگه به همیاری ایشون اضافه کنم. قبلا ایشون همیاری کردن و من خود این جمع این همیاری میشه 19520 دلار. من هم با کمال میل افتخار این 19520 دلار رو به نام خواهر فریبال، مجاهد جوانی که اومده بود اینجا تحصیل کنه ولی عشق به آزادی مردم ایران اون رو به پایگاه های ارتش آزادی بخش رسون، رانداب میکنم. 480 دلار روش میذارم و به همیاری گذشتم اضافه میکنم و با احترام و با عشق و علاقه 20000 دلار تقدیم سیمای آزادی میکنم. برادر شریف، کمک افسانه و من به همراهی به همیاری 25 30000 دلار است. فکر میکردم که بد نیست 30000 دلار، ولی بعد از دیدن همیاری در سه روز گذشته
و شنیدن فرهاد از کرج و بهنام از دماوند و سایر عزیزان در اقصانقاط ایران، گفتم که ای وای، من کجا و آنها کجا؟ و اینجا قول می‌دهم که از این پس با عزم صد برابر کمک و همیاری خود را هرچ بیشتر کنم. درود بر کانونهای شورشی، درود بر مجاهد، درود بر زندانیان سیاسی. به امید پیروزی هرچه سریعتر خلق قهرمان ایران و برگزاری جشن پیروزی به رهبری مسعود مریم در ایران عزیز. حاضر، حاضر، حاضر. درود بر سیمای مقاومت، سیمای آزادی، که در این چند روز مثل جام بلوریم که پر از ستاره، قلب، عشق، محبت و لبیک در اوج صداقت شد. عجب جامیست این جام عشق. من امسال یک ویژگی خاص رو در این رژه همیاری عاشقان بیدل مشاهده کردم و اونم تماس‌های پی در پی جوانان و کانون‌های شورشی از سراسر ایران و حتی از زندان بود. مجاهدین با وجود کانون‌های شورشی در قلب توده‌ها جا دارند. حاضر، حاضر، حاضر. از طرف خودم و همکارم حمید 150,000 دلار تقدیم می‌کنم. 100 دلار از طرف محمود، 2 تا 50 دلار از طرف 2 تا ایرانی عزیز و 300 دلار از طرف علی تقدیم می‌کنم. همچنین 30 دی روز آزادی برادر مسعود را به همه هموطنان تبریک می‌گویم و اعلام می‌کنم همانطور که خواهر مریم گفتند، می‌توان و باید که این رژیم ضد بشری را سرنگون کرد و ما این را محقق می‌کنیم. اعلام می‌کنم که تا سرنگونی حاضر، حاضر، حاضر. می‌خواستم که میزان 2,000,000 تومان به همیاری سیمای آزادی کمک کنم که امیدوارم مورد قبول واقع بشود. سعید از کازرون. درود بر سعید. دوستمون بهروز از کانون شورشی از اصفهان. زندگی آنجاست که درد و رنج آدمیان و نبردشان آنجاست. سیمای آزادی، سیمای زندگی حقیقی، سیمای ستم دیدگان و رنج کشیدگان، سیمای هزار شط قرند شیران، هزار اشرف است. کیمیای فریادی است که خاک را به خون و خاره را به لاله و سیما به شوق را به شراره مبدل می کند. همیاری با سیمای آزادی فرصتی است برای بذل و بخشیدن، که این برای یک انقلابی نیرومندترین نیاز است. یگانه فرصتی است برای گردآوری و مهیا ساختن ارتش بیچارگان و خوار شدگان، برای در هم شکستن نظم و آیین کهن ستمگری. دل چه محل دارد و دینار چیست؟ مدعیم گر نکنم جان نثار. بیشک همیاری با سیمای آزادی به کانون شورشی نیروی مضاعف از شکوهمندی و فروتنی و اراده فداکاری پارسایانه می بخشد. درود بیکران بر شیر همیشه بیدار برادر مسعود و منادی آزادی خواهر مریم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. سرفکنده از بضاعت ناچیز، مبلغ 1,000,000 تومان را به همیاری با نهایت عشق تقدیم می کنم. ما هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و کانونهای شورشی، شیخ را مثل شاه از ایران زمین، این زیباترین وطن، فراری می دهیم و برادر مسعود و خواهر مریم را به ایران آزاد می آوریم. برای سرنگونی این رژیم جنایتکار با همه توان اعلام آمادگی می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. در انتها می خواستم به نشانه همبستگی با مجاهدین و سیمای آزادی مبلغ 10 دلار کمک کنم. برگ سبزی است تحفه درویش. مرگ بر خامنه‌ای
که خون ملت ما را مثل زالو مکیده است. درود بر خواهر مریم، درود بر برادر مسعود. علی از گشتساران که پیامشون رو 20 دی 99 دادن. اجازه بدیم من اسامی هم از دوستان دیگه، لیستی از دوستان دیگه رو دارم، سریع بخونم. بله بفرمایید. استرالیا، محمد رضا و بیژن 450 یورو. دوستمون مهرداد از هلند 1000 یورو. عبدی از قطر 1000 یورو. دوستمون سعید سین از نروژ 1764 یورو. آقای درخشان از آمریکا 480 یورو. ساسان از آمریکا 200 یورو. ایرج از اسپانیا 50 یورو. محمد از فرانسه 200 یورو. کانون شورشی اشرف 110 از شیراز 1000 دلار. حمید فه از آلمان 50 یورو. محمد از انگلستان 85 یورو. خانم رایا و دوستشون از آلمان 840 یورو. محمد رضا از آلمان 210 یورو. حمید رضا از کانادا 78 یورو. قاسم از آمریکا 100 یورو. علی رضا از اتریش 2000 یورو. دوستمون مسعود از آمریکا 5000 یورو. هموطنان دیگرمون نامدار از ایران 5700 یورو. امیر ساد از آمریکا 2400 یورو. حسن از کانادا 1850 یورو. دوستمون بهرامی از امارات 820 یورو. مهندس رضایی از ایران 2000 یورو. امیر و محمد و سعیده دوستانمون از آلمان 3600 یورو. محمد علی از نروژ 500 یورو. و هموطن عزیزمون محمد پ از آلمان 500 یورو. هموطن عزیزمون طاهر، کانون شورشی از تهران. تقلای ایرانی در رهایی از اختناق سیاه از صدر مشروطه تا کنون، هر بار که به آستان پیروزی رسید، راهزنان ارتجای استعماری در کسوت سخنگو قاپیدند و مجدداً بساط جنایت و کشتار و غارت را پهن کردند. اکنون در مرحله سرنگونی مقاومت ایران با سیمای تابناک آزادی، سخنش را و اراده‌اش را خودش می‌گوید. راهزنان چون کوتوله‌های الکن، مجال فریب و مصادره خونها و تلاش‌های عظیم مردم و فرزندان برومندشان را نمی‌یابند. سیمای آزادی با گرای درست و نور تاباندن بر بیغوله‌های دسیسه و دجالیت، مسیر سرنگونی را هموار می‌کند. بندوبست‌های ارتجای استعماری را افشا و گندم نمایان جو فروش را رسوا می‌کند.